بله اومدم اومدم اومدم. کی بود؟ نیما. میریم فرودگاه؟ بله طبق دستور با اجازت. خوبه؟ شما چرا نمیرین سر کارتون؟ وقتی برگشتی مفصلن دربارش صحبت میکنیم. مگه نگفتین دفتر فروشتون امروز افتتاح میشه؟ افتتاح شده؟ بدون شما؟ نیما رو معطل نکن. چرا تو خونه هستین؟ نیستم. من از صبح امروز به قصد افتتاح دفتر فروش خونه رو ترک کردم و برنگشتم. تو هم هیچ اطلاعی نداری. چی میخوری؟ چطور؟ میخوام مهمونت کنم. به شما مناسبت؟ افتتاح دفتر فروش؟ شوخی نکن مرگنن. بابا میخوام از زحماتت قدردانی کنم. کی؟ شما؟ آقای خسروی من مزاجمو خیلی خوب میشناسم. اگر چیزی میخوای به خورده بنده بدی همین الان بده لطفا قبل از غذا. راستش میخوام یه مدتی تو دفتر فروش تنهات بذارم. که اینطور؟ آره
طلبکارا بیان برن بریزن و داد و هوارا رو بزنن و سر و دستا رو له کنن و کاسه کوزه ها رو بشکونن و من باید برم دنبال تهیه پولشون. نه، شما بهتره برید دنبال برنامه ریزی های خودتون. منظورت چیه؟ شما باید یه برآورد کلی از عکس العمل های طلبکارا داشته باشید تا بتونید یک برنامه ریزی دقیق برای واکنش خودتون بریزید. خوشم اومد. تیزی سیرسان خودتون بودیم. راستش میدونی چیه؟ راستش چیه؟ راست و حقیقتش اینه که نفرات اول و دوم و سوم و چهارم حالا به این زودی ها مشکوک نمیشه. تا آپارتمان نهم که چوب خط فروزش پر میشه سهمش هم از سند تن میکشه. تازه متوجه میشن که من بی تقصیرم، چون فروزش ساختمانای منم فروخته. از نفر دهم به بعده که پس تسلیم میشن باورشون میشه که اوضاع خیت و کلاشون هم برداشتن. آفرین. حالا خودت به همین ترتیب که مراجعه میکنن میدونی باشون چی کار بکنی؟ ای کاش پیش فروش این واحده رو گردن نمیگرفتی. بابا مجبور بودم. بمیرم برات. ببین، وقتی جواز تخریب و ساختمان رو گرفتیم من رفتم خارج پیش بچه هم تا در غیاب من فروزش بتونه پیش فروش کنه، ولی نمیدونم چه مشکلی پیش اومده که بیشتر از حد مجاز پیش فروش کرده. حالا هم طلبکارا اومدن پولاشون رو میخوان. ناتوترینشون کدومه؟ صفدری. صفدری اسمش یادم باشه. نهارا بابا، نهار حاضره. خودشون نیستن؟ خودشون؟ آقای فروزش. نه خیر، تشمیه بردم. خب پس صبر میکنم بیان. شما اگه امری دارید بنده در خدمتتونم. نه با خودشون کار دارم. آقای من خودشون تشریف نیاوردن. سلامت ها؟ نمیدونم. کسالتی داره؟ شاید. خانوادش جدش خبر داره؟ منزلشون فقط میدونن که امروز پاشد اومده برای افتتاح دفتر فروش. پس تو راه صبر میکنم. صبر کن. شما هم صبر کن. تارا نهارمون حاضره. دست پخته بابا. باید باهات حرف بزنم. تارا هستی؟ نه نیستم. تارا من خونه موندنم فقط با وجود تو تحمل میکنم. میتونی نمونین. با من قهری؟ کجا؟ هر جای جز اینجا. وایسا. گفتم وایسا. پس تنها بذارین. تو باید یه چیزایی رو بدونی. مثلا چه چیزایی؟ من از صبح امروز از خونه رفتم و برنگشتم. من خونه نیستم. چرا؟ قرار اتفاقاتی بیفته. مثلا چه اتفاقاتی؟ تو باید آماده باشی. برای چه کاری؟ ببین دخترم، اصل مطلب لطفاً. راستش ساختمون به مرحله واگذاری رسیده. پای پول وسط اومده. دعوا میشه؟ مثل هر شراکتی. پس دعوا تو شراکتیه. دعوا دعواست. نه دعوا دعوا نیست. من از دعوای شما خسروی خوشحال میشم، حمایتتونم میکنم. به خاطر نیما؟ نه به خاطر همه چیز. به خاطر همه تسلطی که خسروی رو شما داشته. من با خسروی دعوا ندارم. من متاسفم. راستش ساختمونای پیش فروش رو تحویل ندی. راضیشون میکنی؟ بازم سیاکاری؟ جلب رضایتشون وقت میبره. برای همین نیما رو پردادین؟ به خاطر حفظ آبروی تو. پس باید تشکرم بکنم. درکم کن. چرا؟ لنگه یه لقمه نونی؟ تارا من هر کاری میکنم فقط نگین به خاطر من بوده. باور کن فقط به خاطر توست.
من خیلی وقت فهمیدم به یه تناب پوسیده آویزونم. من تمام تلاشمو کردم که برای تو حداقل یه تناب پوسیده نباشه. پس چقدر منو نمیشناسین؟ چقدر خودتونو نمیشناسین؟ بفرمایید. زحمت کشیدی پدر جان. چه زحمتی؟ ببینم شما ازش خبر نداری؟ از کی؟ آقای فروزش. یا آقا مهندس ما که ازش خبر نداره. من که نگفتم خبر ندارم. من گفتم ما منتظرشیم که بیاد. شما اصلا با آقای فروزش چه کار داری؟ خریدارم. خب این از اول بگو پدر جان. خب اگه خریداره که ببریم من آپارتمان رو نشونت بدم. اون موقع که نساخته بود پسندیدم و خریدم. خریدی؟ از کی؟ آقای فروزش. مدرک داری؟ موبایل نامه. بده ببینم. چرا شما؟ خب از کی؟ مهندس ناظر ساختمون منم دیگه. آقای فروزش هم مالک ساختمونه. مالک بود. یعنی چی بود؟ من خودم اسمشو تو سند دیدم. چه بوی سوختگی میاد؟ تو سماورت آب داره؟ خب سوخت که سوخت. ببینم جریان چیه؟ جریان این سوختی که جنابالی سعی و ساره ای با ایرادی که نداشت. پس واسه چی خواسته بودیم؟ میخواستم این شماره ثبتش رو یادداشت کنم یه وقتی خدای نکرده این واحد رو به کسی دیگه نفروشیم. بله. ما این بقیه پولو کی بدیم که ساختمون رو تعمیر بدید؟ حالا صبر کن با دستان تفکیکیشو بگیریم پایانکارشو بگیریم. الکی که نیستش که. طول میکشه؟ گرفت و گیر اداریه دیگه. من پیگیر کارت هستم نگران نباش. از شما در نکنه. چاکرم. اصلا فکر نمیکردم با این مبلغ بتونم صاحب خونه بشم. سپاسگزار. قربان شما. خدا تارا تارا در رو باز کن. تارا اگه در رو باز نکنی بابا دق میکنه. تارا مرد. بفرمایید اینم موبایل نامه. متشکر. موبایل نامه هم که اشکالی نداره. نه خیر. میدونستم میخواستم محکم کاری کرده باشم. بله. اون موقع اینجا هنوز یه خونه کلنگی بود نکوبیده بود. بله. همه میگفتن کار خطرناکیه. به خاطر همین آقای فروزشو بردم معاملات ملکی محله خودمون. خدمت شما. میتونم برم؟ خواهش میکنم. کی برگردم؟ اجازه بدید آقای خسروی و فروزشش بیارن. هستم در خدمتون. خیلی ممنون. خداحافظ. سلام. سلام از بنده است. آقای فروزش تشریف دارن؟ خیر تشریف ندارن. من در خدمتون هستم. استدعا میکنن. چی شد هوشنگ خان؟ پرسیدی؟ بابا گفتم که حد اکثر یه ماهه میخوام. آره. پس من منتظر خبرت هستم. بگو پرویز. ها؟ چی؟ چهارصد یعنی چی؟ یعنی 40 تومن اضافه میخواد؟ برو بابا نه خیلی لازم نکرده. نمیخوام. مله؟ نیما رسیدی؟ بفرمایید. بفرمایید. ایشون آقای صفدری هستن. به به. حالتون خوبه قربان؟ خیلی خوش اومدید. فروزش کجاست؟ بهتون که گفتم قربان. گفتی امروز نیومده. تشریف نیوردن قربان. خسروی چطور؟ گفتم که اونم نیومده. آقا بشید. شما بفرمایید لطفا. بفرمایید برید استراحت کنید. بفرمایید.
اینجوری که این آپارتمان ساختن رو سرمون خراب میشه که. مهندس ناظرش من بودم. اه پد دست درست. خواهش میکنم اگه شما خریدار هستید من ببرم نشونتون بدم. قبلا خریدم آقا، قبلا خریدم. از کی؟ از همون فروزش. امکان نداره. یعنی چه امکان نداره؟ بچه پر رو. درست صحبت کن آقا، یعنی چی؟ خدایا خودت به خیر بگذر. آقا این فوتوکپی موبایلنامه خسروی که نشون میده سهم فروزشو خریده، اینم مشخصات سه تا موبایلنامه که نشون میده مالکاش قبل از شما اومده هم خسروی هم متعهد شده که واحدشو تحویل بده. فروزش کجاست؟ اگه تو میدونی کجاست منم میدونم کجاست. نفلش میکنم. شما گیر بیار اصلا خفش کن. خسروی کجاست؟ آصف تویی؟ سلام عرض کردم آقای خسروی. سلام، چه خبر؟ آقا شما آقای به اسم صفدری میشناسی؟ بله، چطور مگه؟ الان اینجا تشریف دارن روبروی بنده نشستن. اه؟ خب سلام، من خدمتشون برسون. آقا ما به مشکل برخوردیم با ایشون. چه مشکلی؟ ایشون مدعیه که آپارتمان از آقای فروزش پیش خرید کرده. خب راست میگه. ولی ما قبل از ایشون مالکای سه تا موبایلنامه رو انداختیم رفتن. امکان نداره. یعنی چی امکان نداره؟ فروزش کجاست؟ تشنهی بردن هنوز. از صبح؟ بله از صبح. من میرم سراغش. شما زحمت نکشید، من زنگ زدم خونه‌شون از ایشون خبر ندارن. خدای من، من میرم سراغش. خداحافظ. گوشی رو بر نمیداری؟ یادت رفته من خونه نیستم. مله؟ الو سلام تارو. سلام. چرا گوشی رو بر نمیداری؟ خوبی نیما؟ چی بگم؟ سر کارت رفتی؟ نه بابا ولش. خب الان کجایی؟ من هتلم. الو تارو. الو تارو چرا جواب نمیدی؟ الو؟ الو چی شو؟ تارا الو بگو فروزش. به من تو خونه خودم حمله شد. کار صفدریه. داشتم دخترم رو از دست میدادم. دیگه روغنداغش رو زیاد نکن، یه کاری برات میکنم. چطوری؟ خب یه فکری برات میکنم، فعلا دنبال تهیه پولم. تهیه شد؟ داره کم کم جور میشه. کم کم؟ برای اینکه کسی پول قلمبه نداره بده به من. نداره یا نمیده؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو اعتبارتو از دست دادی. بشیر من دارم میرم. آمدم. تو چطور از من دلخوری؟ نباشم. کار همینه دیگه امو بشیر. وقتی این ساختمون دیدم با خودم گفتم جای پدر خدا بیامرزت خالی که مهندسی تو رو ببینه و بهت افتخار بکنه. حالا افتخار نمیکنه؟ سعید جان من رفیق جوانی بابات بودم. نبودم؟ خب اگه اون خدا بیامرز زنده بود هنوزم ترجیح میداد که همون چاکنی باشه که خودش زیر آوار چاه میمیره، نه اون چاکنی که دیگرون رو زیر آوار خاک میذاره. ازت گذشته که من بخوام نصیحتت کنم، ولی یا مثل خسروی زندگی میکنی یا مثل پدر من میمیری.
بله. سلام نیما، خوبی؟ نه 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 بابا، وایستا یه لحظه، نگران نباش. این شیشه پنجرمون شکسته بود، یه دفعه ریخت. خب من ترسیدم، من صدای تو رو شنیدم، نمیتونستم باهات حرف بزنم، خب ترسیده بودم. خب نه عزیز من، شما نگران نباش. الو بشیر. سلام آقا. سلام. خبری شده؟ با سنگ به خونه فروزش حمله کردم. وا ویلا، کار کار این سفسریه. خواستم بهت بگم که حواست حسابی جمع و جور کن و مراقب اوضاع احوال و اطراف ساختمون باش. چشم آقا. اگه بعد خواب شدی خب دوبله باید حساب میکنم. باشه آقا. خیالم راحت باشه. راحت. پس خداحافظ. خداحافظ. بله. صفدری هستم. بفرمایید. فروزش خونه هست؟ نه. پس کجاست؟ نمیدونم. من میدونم. کجاست؟ طولون موشه. مؤدب باشین. اما من دومشو میگیرم میکشمش بیرون. هنوز منو نشناخته. بله. صفدری هستم. میدونم. فروزش نیومده؟ نه. حتی برای خوابیدن؟ گفتم نه. کدوم گوریه؟ نمیدونم. پهنو قلب سنگ و شیشه شکسته رو ندیده. کار شما بود؟ شما دخترش هستین. داغ تو دل بابات میزنم. الو. سلام. سلام تارا. نیما جان میشه بعدم به من زنگ بزنی؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده تارا؟ نه نه، من فقط دستم بنده، تو بعدم به من زنگ بزن باشه. ببین تارا، من بعد از هتل خارج شم. خیلی خوب باشه، من شب منتظرت میمونم. تارا صدا چرا میلرزی؟ من حالم خوبه، شب زنگ میزنم. الو تارا، اتفاقی. بگو فروزش، تو الان کجایی؟ جلوی بانک. پول تهیه کردی؟ با بدبختی. بعدش برو سر ساختمون. کجا برم؟ سر ساختمون. از کی تاله دستور میدی؟ از همین لحظه. اگه نرم؟ من میرم. به همین زودی خونه نشینی خلت کرد؟ برو سر ساختمون که صفدری پیدات کنه. بازم تهدید، بازم تلفن. خیلی خوب، با آصف میگم. نه فقط تو. اگه نری خودم میرم و همه نقشه رو نقشه بر آب میکنم. خیلی خوب. خدمت شما. ببین جوجه دیگه داری آسره با سر میبری. خیلی خوب. یه ببینم. خیلی خوب. یه اخر رو ول کن. ببین من اصلا پول نمیخوام. خوش بالت، کاش منم به جات بودم پول نمیخوام. پولم رو میخوام. شما قیمت روز آپارتمان رو پرداخت کن، بنده آب و جارو شده دعوی رو قیمت بیش فروشش رو دادم. کی؟ به فروزش. فروزش کیه؟ نمیشناسیش؟ نه از زیرو سابان نمیشناسمش. ببین جوجه، من خودم زغال فروشم. حداقل خیالت راحته که بس زیاد نمیکنم. من این دکانو رو سره همه تون خراب میکنم. بعد میزنه اینجا شرکته. مهندس، شما به آقای صفدری نگفتی کسی حق نداره تو دفتر من صداشو بلند یا گردنشو کلف کنه؟ گوشاشون کره آقا ظاهرن. مگر اینکه با من یا در حضور من یا به تایید من معامله کرده باشه. هنوز اسم فروزش تو سند مادره. خب برای اینکه اسناد تفکیکی هنوز آماده نشده. هنوز شریکین. خب که چی؟ شریک جرمین. چه جرمی آقا؟ شریک دون سر منو کلا گذاشته. نه به گشادی کلایی که سر من گذاشته. چه کلایی؟ تو یه آپارتمان از دست دادی، من نمیدونم 10 تا 20 تا 100 تا. او موبایلنامه پنجمم رسید آقا. بفرما بشمار، تحویل بگیر. بیا بشین با هم بشماریم آقای صفدری. سلام سمیه. سلام، حاضری؟ آره حاضرم، دم در وایس، من کیفم بردارم بیام. ببین فکر کنم قد دو تا لقمه فرصت داشته باشیم. نه اینجا نه. آخه من گرسنمه. میگم اینجا نه، وایس دارم میام. تا اگه مشکل داری میخوای خودم برم؟
نه باید میام. فقط باید موافقت وزارت تابون رو بگیری ببریم وزارت کشاورزی. همین. خب میدونم، گفتم باهات میام وایسا. ولی انگار میزون نیستی. نه خوبم، اتفاقا خوبم، بیشتر از همیشه برای رفتن از این خونه عجله دارم. باشه پس بودو. اومدم. خب آقا چرا ازش شکایت نمی کنید؟ عزیز من فروزه شریکم بوده، من از زیر و بم زندگیش با خبرم. فروزش که آه در بساط نداره، یه خونه ای که توش میشینه که مال خودش نیست، میمونه یه ماشین قرازه. پس اون پولی که گرفته چی؟ موقعی که داشت آپارتمانا رو میساخت سهم نوواید خودش رو نقد میپرداخت. باقی پولا چی؟ پول من، پول شما. فروزش استعداد عجیبی در باخت و سرمایه گذاری روی ضرر داره. مثل خونه که به تو فروخت، تو چجوری خریدی؟ نصف قیمتو پرداختی دیگه. خب آقا الان تکلیف چیه؟ من میتونم به 3 نفر آپارتمان بدم. اونم شرط داره آقا، به شرطی که پای فروزش به دادگاه نرسه، چون وقت قاضیه که تصمیم میگیره کدومی از طلبکاراشو راضی بکنه. اونم طلبکاری که اصلا ربطی به این ساختمون ندارن، فقط یه فرصتی پیدا میکنن که طلبشون از حراج 3 واحد مسکونی این ساختمون وصول کنن. از نیما چه خبر؟ زنگ میزنه. چی میگه؟ هیچ، فقط میپرسه. خب چی میپرسه؟ تارا چته؟ تارا چی شده؟ چرا ناراحتی؟ خب چته؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ از دست بابا. بازم؟ بگو آصف. دارم گوش میکنم. خب ها، باش. خونه خسروی؟ آها، میدونم با من قهری. شام تازره. بابا نه فروزش دیر نکرده، من زود رسیدم. چی میخوری؟ هشو خودتون میخورید. نمیتونی؟ بعدم براتون توضیح میدم. خیلی شکریم. سلام حسین قربان. چاکریم. خوش اومدید. چایی یا نسکافه؟ چایی.
خیلی چوکرم. تا کی میخوای به اون عکس نگاه کنی؟ تا وقتی حیرون زندگی بچه های امریکایی به خرج بابای ایرونی هم تا ابد؟ بشین من باید تا وقتی هوا تاریکه برگردم. مهندس بشین. آخه مگه میشه آدم به خرج بابای ایرونی پاشو بره تو امریکا و اروپا حال بکنه وقت بی خیال باباش باشه؟ از نظر تو که بابا چاکن از دنیا رفته و برات ارث خرجی مادر و خرجی خونه گذاشته؟ نه نمیشه. میگم اگه واقعا میخوای یکی دو واحدتو برای مادرت حفظ کنی بشین بریم سر حساب کتاب، چون من عجله دارم، نگرانم، دخترم تو خونه تنهاست. بشین ببینم چی میگی. چشم. فرزش یخ نکن. فرض میکنیم صاحبان هر 36 مباینامه را دعوت کردیم، با شربت و شیرینی ازشون پذیرایی کردیم و حتی امکان احساس همدلی رو در اونها به وجود آورد. آقا بدترین گزینه اینه که قرعه کشی کنیم، سه واحد رو به سه برنده بسپاریم، چون در این صورت اون 33 نفر باقی مونده که از حق اولیه‌شون نمیگذرن میگذرن. بهترین راه اینه که پولشون رو برگردونیم و رضایتشون رو بگیریم. یعنی بدون پرداختن سود پولشون؟ محاله. رو همین مبلغ بهتره توافق کنیم، چون این پول به نسبت سهم بین من و خسروی تقسیم میشه. به موجب این دستنوشته این جانب خسرو خسروی متحد می شوم از کلیه مالکین 36 واحدی که با آقای فرامرز فروزش عقد مباینامه نمودند، در غیاب آقای فرامرز فروزش جلب و کسب رضایت نمایم. خب مورد بعدی. مورد اصلی. منظورت چیه؟ آقای خسروی که باج و مهمونی مفتی به کسی نمیده. بگو خسروی. آخه من چجوری پول طلبکارا رو بپردازم در حالی که چک دست تو دارم؟ یادمون نره که شما اون چک و بابت خرید سهم آقای فروزش از سند مادر و نوواد آپارتمان برداختین. خب من که یادم نمیره. آه پس میخواید آقای فروزش یادش بمونه. اگه نفری 10 میلیون به پول طلبکارا اضافه کنیم میشه؟ میشه 1 میلیارد خورده ای. یعنی قیمت امروز 9 واحد آپارتمان. پس دیگه تهدید نکنی که به ساختمون برمیگردی. آقا شما که توی ساختمون کاری نداری. میتونی چک خودتو وصول کنی. البته وقتی رضایت نامه طلبکارا رو از دست آقای خسروی گرفتی و دست نوشته رو به دستش دادی. میگم پس قبل از خونه نشین کردنم تو حساب همه چیزی کرده بودی ها؟ بنده که عرض کرده بودم قربان، ایشون باج و مهمونی مفتی به کسی نمیده. مبلغ 7,200,000,000 ریال بابت مباینامه‌ای به شماره. کدوم مباینامه؟ حالا فرض کنیم کارمون با طلبکارا به دعوای قانونی بکشه. کجا؟ خونه. جلسه همونز ادامه داره. آقا جایی که پای قانون وسط بیاد بنده هیچ کارم. خب تو هم شریکی. فقط 2 واحد. ولی اگه کارمون با طلبکارا به دعوای قانونی بکشه و طلبکارا دعوا رو ببرن، 2 واحدت پریده. بشین.
مامای انام خریدار خسرو خسروی فروشنده فرامرز فروزش مورد واگذاری قطعی 1.5 دانگ از سند آقای خسروی باج مفتی نمیده. گمشین پدر سوخته. امروز منم که احتیاج به دلسوزی و محبت دارم. امروز منم که تنهای تنها. بیداری؟ ببخشید من نباید تا این موقع شب تو خونه تنهاد میذاشتم. دیگه تکرار نمیشه، قول میدم. بابا به من بگو چرا با هم حرف زدی؟ پس دیگاشتی؟ خوشحالم که فرد شب شامو با هم میخوریم. شامو؟ شامو؟ چون برای صبحانه و نهار میخوام بخوابم. بابا من ازتون سوال کردم. چه سوالی؟ پرسیدم چرا؟ میخوام بخوابم. بابا همیشه کوتاه‌ترین راه مستقیم‌ترین راهه. من از راه میانبر به هدف میرسم. حالا میبینیم. شب خوش بابا. شب بخیر. دیدار به قیامت. اونی که مدعی بود